سپرده به زمین نوشته بیژن نجدی تاهر آوازش را در حمام تمام کرد و به صدای آب گوش داد آب را نگاه کرد که از پوست آویزان بازوهای لاغرش با دانه های تند پایین کرد بوی صابوم از موهایش میریخت هوای مه شده ای دور سر پیرمرد مرد میپیچید آب تاهر را بغل کرده بود وقتی که حوله را روی شانه هایش انداخت احساس کرد کمی از پیری تنش به آن حوله بلند و سرخ چسبیده است و واریس پاهایش اصلا درد نمی کند. صورتش را هم در حوله فرو برد و آنقدر کنار در حمام ایستاد تا بالاخره سردش شد. خودش را به آینه اتاق رساند و دید که بله واقعا پیر شده است. در آینه گوشه ای از صبحانه کنار نیمروخ ملیه بود سماور با سر و صدا در اتاق و بی صدا در آینه می جوشید و با همین ها تاهر و تصویرش در آینه هر دو با هم گرم می شدند ملیه گفت ببین پنجره باز نباشه می چای یا جمعه پشت پنجره بود با همان شباهت باور نکردنیش به تمام جمعه های زمستان یکی از سیمهای برق زیر سیاهی پرنده ها شکم کرده بود. پرده اتاق ایستاده بود و بخاری هیزومی با صدای گنجشک می سوخت. تاهر کنار سفره نشست و رادیو را روشن کرد که می گفت فلان شهر با یازده درجه زیر صفر سردترین نقطه کشور. استکان چای را برداشت. ملیه صورتش را به طرف پنجره برگرداند و گفت گوش کن؟ انگار بیرون خبری شده اتاق آنها بالکنی رو به تنها خیابان سنگفرش دهکده داشت که صدای قطار هفته دو بار از آن بالا می آمد. از پنجره میگذشت و روی تکهی شکسته ای از گچبوری های سقف تمام میشد. روزهایی که تاهر دل و دماغ نداشت که روزنامه های قدیمی را بخواند و بوی کاغذ کهنه حالش را به هم میزد و ملیه دست و دلش نمیرفت که از لای دندانهای مصنوعی آواز فراموش شده ای از قمر را بخواند آنها به بالکن میرفتند تا به صدای قطاری که هرگز دیده نمیشد گوش کنند با تو هستم تاهر برو بیرون ببین چه خبره تاهر استکان را روی سفره گذاشت و با دهان پر از نان و پنیر خیس به بالکن رفت ای به طرف ته خیابان میدویدند. دویدند ملیه گفت چی شده؟ این طرف و آن طرف شست سالگیش بود لاغر لبهایش خمیدگی گریه را داشت دیگر نمی توانست آخرین بند انداختن صورتش را به یاد آورد تاهر گفت نمیدونم. دونم ملیه گفت نکنه بازم یه جسد حتما اینا بازم یه جسد پیدا کردن حتی اگر ملیه نمی گفت باز هم یه جسد آنها صبحانه را با به خاطر آوردن یک روز چسبنده ی تابستان می خوردند و به خاطر انتخاب یک اسب با هم بگو مگو می کردند. روزی که آفتاب از مرز خراسان گذشته روی گنبد قابوس کمی ایستاده و از آنجا به دهکده آمده بود تا صبحی شیری رنگ را روی تناب رخت ملیه پهن کند. تاهر در رخت خوابی پر از آفتاب یک شنبه با همان موسیقی هر روزه ی صدای پای ملیه از خواب بیدار شد. کم مانده بود که در چوبی با دستهای ملیه باز شود که شد. پیش از آن که ملیه نان را روی سفره پهن کند گفت تاهر پاشو پاشو تاهر تاهر گفت چی شده؟ ملیه گفت توی وای میگن یه جسد افتاده زیر پل گفت یه چی؟ ملیه گفت یه مرده همه دارن میرن مرده دماشا پشو دیگه آنها پیاده به طرف پل رفتند ادهی روی پل ایستاده بودند و پایین را نگاه میکردند سر و صدای مردم کمتر از تعداد آنها بود باد توت پزان به طرف درختان توت میرفت چند پسر جوان روی لبه پل نشسته بودند و پاهایشان به طرف صدای آب آویزان بود جاندارم ها دور یک جیب حلقه زده بودند. تا ملیه و تاهر به پل برسند آنها جسد را توی جیب گذاشتند و رفتند. ملیه از دختر جوانی پرسید چی بود ننه؟ دختر گفت نفهمیدم. ملیه گفت جوان بود؟ دختر گفت نفهمیدم. ملیه گفت تونستی ببینیش؟ دختر جوان خودش را از ملیه دور کرد و مردی که به نرده پلتکیه داده بود گفت من دیدمش باد کرده بود سیاه شده بود یه بچه بود مادر کوچولو بود تاهر بازوی ملیه را گرفت پل و آن مرد و رودخانه دور زدند و از چشمهای ملیه رفتند از جیب فقط یک مشت خاک دیده میشد که به طرف دهکده میرفت اون مرد به من گفت مادر شنیدی تاهر؟ اون به من گفت مادر آفتاب پایین آمده بود مسلس کوچکی از پشت پیراهن تاهر خیس عرق بود ملیه گفت حالا اون بچه رو کجا میبرن؟ کشته بودنش؟ شایدم اصلا شایدم رفته بوده آب که یهو یه باد توت پزان بی آنکه درخت توتی پیدا کرده باشد برگشته بود و چادر را روی سینه ملیه تکان میداد. ملیه گفت نفهمیدیم چند سالش بوده. دستمو بگیر تاهر. تاهر گفت میخوای یه دقیقه بشینیم؟ ملیه با خود فکر میکرد. کاش یکی از درختها پسر تاهر بود. و گفت از یکی بپرس کجا میبرنش تاهر گفت حتما جاندارمری یا درمانگاه چه میدونم ملیه گفت کاش میشد ببینیمش تاهر گفت چی رو ببینی؟ یه بچه است دیگه ملیه گفت منم همینو میگم تاهر گفت میخوای بریم پیش یاوری؟ لنگه های در بهداری باز بود چند بوته پابلند کاج تا پاگرد ساختمان ردیف شده آنقدر خشک بودند که تابستان اطرافشان دیده نمیشد. دکتر یاوری با تاهر دست داد و از ملیه پرسید شما قرصاتون مرتب میخورین؟ ملیه گفت آره دکتر از تاهر پرسید شبایشون خوب میخوابن؟ ملیه گفت دکتر یه بچه پیدا کردن شما شنیدین؟ دکتر گفت بله شنیدم مریه گفت حالا کجاست؟ دکتر گفت گذاشتنش توی انبار ملیه گفت انبار؟ یه بچه رو توی انبار؟ دکتر گفت میدونین ما اینجا سردخونه نداریم ملیه گفت بعد چی کارش میکنن؟ دکتر گفت تا فردا نگه میدارن اگه کسی دنبالش نیومد خب دفنش میکنن ملیه گفت اگه نیومدن اگه کسی دنبالش نیومد میشه بدینش به ما؟ دکتر گفت چیکار کنم؟ تاهر گفت بچه رو بدن به ما؟ بدن به ما که چی ملیه؟ ملیه گفت دفنش میکنیم خودمون دفنش میکنیم بعد 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 شاید بتونیم شاید بتونیم دوستش داشته باشیم اصلا همین حالا هم انگار دوستش دارم ملیحه خودش را برد توی چادرش را گرگی که از پل تا درمانگاه با ملیه راه رفته بود زیر چادر ملیه وول خورد و چادر روی شانه های لاغر پیرزن لرزید و مشتی از چادر ملیه پر از آب دماغ شد تاهر لیوانی را از آب پر کرد دکتر ملیه را روی نیمکت چوبی دراز کرد سوزن باریکی از زیر پوست دست ملیه رد شد کمی پنبه با دو قطر خون در سطل کوچک کنار نیمکت افتاد و تا غروب همان روز تا بعد از نیامدن صدای قطار ملیه چشمهایش را باز نکرد و حتی یک کلمه هم حرف نزد جمعه بود پرده اتاق ایستاده بود و بخاری با صدای گنجشک میسوخت زمستان سفیدی آن طرف پنجره سرمای سفیدش را راه می برد. ملیه گفت این همه اسم آخرش هیچی. تاهر گفت بالاخره یه اسمی پیدا میکنیم. ملیه گفت اگه همون روز نتونستیم دیگه نمیتونیم. چند, چند بود تاهر؟ تاهر گفت روزی که رفتیم سر پل؟ ملیه گفت نه فرداش فرداش که رفتیم در منگاه. تا فردای آن یک شنبه کسی دنبال جسد نیامد. دو شنبه جسد را پیچیده در متقال با یک زنبیل از درمانگاه به طرف گورستان فرستادند. بیرون از حیات درمانگاه ملیحه و تاهر بیان که سیاه پوشیده باشند در هوایی که نه آفتابی میشد و نه میبارید بارید کمی آهسته تر از مردی که زنبیل را می برد و گاهی آن را دست به دست می کرد و گاهی روی زمین می گذاشت گاهی هم روی یک کنده درخت راه افتادند. میدانچه دهکده را دور زدند و وارد تنها خیابان دهکده شدند. جلوی قهوه خانه مرد زنبیل را زیر تیر چراغی گذاشت که بی هیچ شباهت به درخت به اندازه یک درخت روی زمین قد کشیده بود. قهوه چی با پارچ آب ریخت و مرد دستهایش را شست و همانجا ایستاده با نلبکی یک لیوان شیر داغ خورد. ملیه صورتش را برگرداند و در حالی که احساس میکرد چیزی دارد از پوست سینه به پیراهنش نشت میکند از کنار زنبیل رد شد تاهر قدمهایش را آرام کرد آنها حتی در چند قدمی خانهشان آنقدر ایستادند تا مرد از راه برسد و جلو بیفتد تا حرمت آن تشییع جنازه ساکت را به هم نریزند حتی ایستادند و به بالکن خانه خودشان نگاه کردند که پنجره اش برای صدای قطار هنوز باز بود که در آن یک ملیه جوان خم شده بود و به گلدانی آب میداد. سرش را که بلند می کرد یک ملیه پیر گلدانهای خالی را روی هم می چید. ملیحه با گوشت سفت و موهای ریخته سیاه پرده را کنار می زد. ملیحه با صورتی کوچک و موهای هنا گذاشته پشت باران راه میرفت. باران چند خط بارید و مرد با زنبیل وارد گورستان شد. تاهر و زنش چند قدم دورتر از مرد شویخانه روی چمن بین سنگها راه افتادند. مراسم تدفین، خاکستری، خاکالود آنقدر طول کشید که بالاخره ناچار شدند روی چمن خیس بنشینند. وقتی که قبرکن ها رفتند باز هم صدای بیل شنیده میشد. شد. تاهر گفت پاشو پاشو بریم پاشو ملیه گفت کمکم کن کمکم کن پاشم آنها به هم چسبیدند کسی نمی توانست بفهمد که کدام یک از آنها دارد به دیگری کمک می کند همین که توانستند بیستند ملیه گفت اون دیگه مال ماست مگه نه؟ حالا ما هم یه بچه داریم که مرده اطراف آنها پر بود از سنگ و اسم و تاریخ تولد و مریه گفت باید بگیم واسه سنگ بسازن تاهر گفت باشه ملیه گفت باید براش اسم بذاریم تاهر گفت مریه گفت جمعه بود بخاری هیزومی با صدای گنجشک میسوخت و از بالکن صدای همهمه مردمی به گوش می رسید که از ته خیابان برمیگشتند. آنها آنقدر سر و صدا می کردند که تاهر و ملیه نتوانستند صدای آمدن و یا دور شدن قطار را بشنوند. سپرده به زمین نوشته بیژن نجدی